ارادتمند نیما سنت. در برنامه این هفته کلیک گزارشی داریم از نمایشگاه اینفوسک لندن که موضوع داغ امسالش امنیت دستگاه‌های قابل حملی مثل موبایل و تبلت بود. همینطور سه مدل جدید از تبلت‌ها رو بررسی می‌کنیم. علاوه بر اینها به دنبال خطراتی می‌گردیم که فضای کلاود رو تهدید می‌کنه. به علاوه به سراغ اخبار فناوری می‌ریم و البته در وب نورد به معرفی وبسایت‌های تازه و اپلیکیشن‌های مفید خواهیم پرداخت. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. هر سال شرکت‌های امنیتی در نمایشگاه اینفوسک دور هم جمع میشن تا درباره خطرات واقعی و بالقوه زندگی آنلاین با هم بحث بکنن. امسال موضوع داغ امنیت دستگاه‌های قابل حمله، اونم به لطف رونق گرفتن تبلت‌ها. فقط در سه ماه اول امسال بیشتر از 10 میلیون تبلت به فروش رفته و در حال حاضر 100 مدل مختلف توی بازار هست. بنابراین کارشناسان امور امنیتی پیش بینی می‌کنند که این دستگاه‌ها امسال هدف تبهکاران دنیای مجازی قرار بگیرند. این اولین اختار سرویس‌های امنیتی نیست. در سال 2005 پس از اینکه سیستم عامل سیمبیان نوکیا هدف حمله ناگهانی چند ویروس قرار گرفت، اولین نرم افزار تأمین امنیت گوشی به بازار اومد. 6 سال از اون زمان گذشته. هنوز تعداد ویروس‌هایی که گوشی‌ها رو تهدید می‌کنن از تعداد ویروس‌های کامپیوترها کمتره. اما بر اساس گزارش مورگان استنلی تا سال 2014 تعداد گوشی‌هایی که به اینترنت متصل میشن از کامپیوترها بیشتر خواهد شد. و اما داستان تبلت خودش یک ماجرای تازه است. شباهت زیادشون به لپتاپ مردم رو وسوسه میکنه تا اونها رو برای ذخیره اطلاعات شخصی به کار بگیرن و با اتصال به شبکه همه جا ازشون استفاده کنن. هر روز بیش از پیش در معرض تهدید آدمای شروری هستیم که در پی به دست آوردن اطلاعات توی گوشی همون هستن. محبوبیت تبلت ها باعث شده که افراد خیلی از اطلاعات شخصیشون رو روی تبلت ها بریزن و ازشون برای رفتن در شبکه‌های اجتماعی، کارهای بانکی و خرید اینترنتی استفاده کنن. همین مسئله گوشی ها و تبلت هامون رو بیشتر در معرض تهدید تبهکاران قرار داده. تا الان یکی از ترفندهای رایج برای حمله به گوشی‌ها فرستادن پیامک ناخواسته به شماره‌های خاص و تقلبی بود. اینطوری سوء استفاده‌گرها میتونستن به سرعت چند دلاری به جیب بزنن. پارسال گوشی‌هایی که با سیستم عامل‌های مختلف ویندوز، اندروید و سیمبیان کار می‌کردن هدف حمله قرار گرفتن. در واقع آدم فکر می‌کرد که مشغول استفاده از یک اپلیکیشن ساده است. اما اپ مورد نظر در واقع داشت یواشکی به شماره خاصی پیامک میفرستاد و شما هم قربانی پرداخت هزینه برای ارسال اون اسمس شده بودید. ماه مارس گذشته تبهکاران اینترنتی نقشه تازه‌ای کشیدن. گوگل مجبور شد چیزی حدود 50 اپ آلوده رو از فروشگاه اندرویدش جمع کنه و 250 هزار اپلیکیشنی رو که تا اون موقع روی گوشی ها نصب شده بود از راه دور نابود کنه. اسم این بدافزار اندروید دریم بود که میتونست کنترل دستگاه رو به دست بگیره و اطلاعات شخصیتون رو به سروری که در جای دیگه بود بفرسته، اونها رو دریافت کنه و کدهای تازه‌ای بسازه. از اونجایی که تبلت ها در واقع یک جور گوشی غول آسا هستند و با روشی شبیه به سیستم گوشی کار میکنن، اونا هم به همون بدافزارها حساسن. در سالهای آینده تعداد کسایی که از گوشی‌هاشون به جای کامپیوترهای خانگی استفاده می‌کنن فوق‌العاده افزایش پیدا می‌کنه. پس این صنعت مجبور به روز بشه. یه آدم معمولی اگه به مایکروسافت آفیس احتیاج نداشته باشه، به کامپیوتر هم نیازی نخواهد داشت. احتمالاً احتیاج داره که تلویزیون یا اخبار ببینه، وارد سایت های مختلف بشه و کارهای از این قبیل. پس یه تبلت یا گوشی هوشمند نیازاشو برطرف میکنه. بنابراین تمام خدماتی که کامپیوتر الان بهمون ارائه میده به دستگاه‌های موبایل منتقل میشن. کدوم سیستم عامل موبایل در مقابل تهدیدهای امنیتی ضعیف‌تره؟ مجرمین اینترنتی سراغ سیستمی میرن که متداول تر باشه. به نظر من ویندوز مایکروسافت نه به این دلیل که ایمنیش کمتر از لینوکس و مکه،
بلکه به این دلیل که بیشتر ازش استفاده میشه مورد حمله است. اندروید گوگل هم در رده دومه، چون سیستمش بسیار انعطاف پذیره. طراحی نرم افزار برای این سیستم راحته، چون احتیاج به مجوز گوگل نداره. اما شهرت اپل به خاطر اینه که به شدت مراقبه ببینه چه کسانی چه ابزاری رو براش طراحی میکنن. کنترل شدید باعث شده تا تبهکاران اینترنتی سراغ گوشی‌های اپل نرن، مگر اینکه قفلشون شکسته یا به اصطلاح جیل بریک شده باشه و کاربرانش هر چیزی رو دانلود کنن. مشکلی که پیش میاد اینه که نمیشه برای سیستم عامل اپل آنتی ویروس طراحی کرد، در حالی که کاربران اندروید آزادی عمل و انتخاب زیادی دارن و میتونن آنتی ویروس های رایگان یا پولی انتخاب کنن. ولی آیا استفاده از نرم افزار امنیتی روی تبلت واقعا لازمه؟ فقط به خودتون بستگی داره، اینکه خودتون رو در معرض خطر میبینین یا نه. یه آدم معمولی ممکنه نگران از دست دادن چیزی نباشه، ولی مدیر عامل یه شرکت بزرگ که از انواع خدمات کامپیوتری استفاده میکنه، هدف خوبی برای تبهکاران داخل و خارج کشور و حتی دولت‌های دیگه به حساب میاد. افراد زیادی دنبال چنین آدمی هستن، پس باید انواع تمهیدات رو برای ایمن کردن چنین شخصی در نظر بگیریم. هنوز چند سالی مونده تا مردم عادی نگران این مسئله بشن. در حال حاضر بیشترین خطری که گوشی یا تبلتتون رو تهدید میکنه اینه که یک جایی جا بذاریدش. اما اگه مجبورید این مستطیل بزرگ و گرون قیمت جالب توجه سیاه رو با خودتون اینور اونور ببرید، بهتره برای ورود به صفحه اولش یک رمز بذارید. ابزارهای اپل کار رو براتون ساده کردن. با ورود چند باری رمز نادرست، اطلاعات دستگاه پاک میشه. اندروید هم اپلیکیشن های رایگان داره که همین کار رو براتون انجام میدن. تعداد زیادی اپلیکیشن ردیاب و پاک کننده اطلاعات از راه دور برای محصولات اندروید و اپل وجود داره. در واقع این از خدماتیه که اپل به طور رایگان روی آیفون 4 و آیپد از طریق شناسه موبایل می ارائه میده. خب شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما شرکت های امنیتی خود زود و قبل از اینکه خطر واقعی پیش بیاد به این موضوع گیر ندادن، یا شاید میخوان برای اولین بار پیش دستی کنن؟ نظرتون رو برامون ایمیل کنید با آدرس persianclick@bbc.co.uk. حالا بریم سراغ اخبار فناوری هفته. گوگل این هفته چند تا مژده جدید به کاربرا داد. اول اینکه این شرکت سرویس ذخیره و پخش موسیقی آنلاین راه اندازی کرده که میتونه حدود 20,000 قطعه موسیقی رو در خودش جا بده. با استفاده از این سرویس میتونید لیست آهنگ هاتون رو با نرم افزارهای پخش موسیقی سینک کنین و در دستگاه های سازگار با این سرویس به اونها گوش کنین. میتونین با مرورگرتون بهشون دسترسی داشته باشین و حتی به صورت آفلاین هم از این قطعات موسیقی استفاده کنین. این خدمات گوگل رو در موقعیت برتری نسبت به آمازون قرار میده که اخیراً سرویس مشابهی رو با امکان ذخیره فقط 1,000 قطعه موسیقی راه اندازی کرده بود. خبر گوگلی دیگه این که به زودی خدمات تلویزیون اینترنتی گوگل، یعنی گوگل تیوی، از سیستم عامل تبلت های گوگلی اندروید هانیکام استفاده خواهند کرد. البته تا چند ماه دیگه نسخه جدید اندروید به اسم آیس کریم ساندویچ به بازار میاد. ویژگی اصلی این سیستم عامل منبع باز یا اوپن سورس اینه که به صورت هوشمند خودش رو با اندازه دستگاه تطبیق میده. بنابراین روی دستگاه‌های مختلف از جمله تلفن و تبلت و به طور کلی هر دستگاهی که صفحه نمایش و پردازنده داره قابل اجراست. سرویس تلفن اینترنتی اسکایپ یه بار دیگه خریداری شد. این بار توسط مایکروسافت، اونم با پرداخت 8.5 میلیارد دلار. این بیشترین رقمیه که تا حالا مایکروسافت بابت خرید یه شرکت پرداخته. چند سال پیش شرکت ایبی این سرویس تلفنی رو خریداری کرده بود. در مورد اینکه مایکروسافت برای 900 میلیون کاربر فعلی اسکایپ چه نقشه‌هایی داره، گمانه‌زنی‌های زیادی شده. از جمله اینکه ممکنه اسکایپ به عنوان یکی از بخش‌های داخلی نرم افزار مایکروسافت آفیس در بیاد، یا در نسخه بعدی ویندوز گنجونده بشه، و یا اینکه به عنوان بخش ثابتی از سرویس‌های ایکس باکس در بیاد، طوری که بشه از دوربین نصب شده روی کینکت برای ویدیو کنفرانس هم استفاده بشه. این نظر هم توسط کارشناسا مطرح شده که این اقدام مایکروسافت تلاشی بوده برای بهتر جا انداختن سیستم عامل ویندوز فون. و یک ماجراجوی سوئیسی به نام ایوروسی که به جتمن معروفه، تونست با بالهای آهنی که به پشتش بسته بود با سرعتی بیش از 300 کیلومتر در ساعت به مدت 8 دقیقه بر فراز گراند کانیون پرواز کنه.
در این بال‌ها موتور جت نصب شده بود و با حرکت دادن بدن می‌شد جهت پرواز رو کنترل کرد. خب تا حالا داشتیم در مورد امنیت تبلت حرف می‌زدیم، حالا می‌خوایم درباره خودشون حرف بزنیم. می‌ریم با آزمایشگاه کلیک تا سه تا از مدل‌های تازه تبلت رو بررسی و مقایسه کنیم. ما اینجا هستیم پیش امید فراستی که تقریبا میشه گفت 80% کاراش این روزا با تبلت انجام میده. امید، علت اینکه این سه تا دستگاه رو انتخاب کردی چیه؟ آیا مدل‌های دیگه تو بازار نیست؟ و خلاصه معرفی کن این سه تا رو. اینا سه تا دستگاه داغ روز هستن تو زمینه تبلت‌ها. آیپد 2 چند ماهی به بازار اومده و حسابی سر و صدا به پا کرده. نسخه دوم آیپد هست ساخت شرکت اپل. موتورولا زوم ساخت شرکت معروف موتورولا، محصول تازه‌ای هست که خیلی سر و صدا کرده از این بابت که میتونه شاید رقیب جدی آیپد باشه. و ایسوس هم این رو به بازار داده، اسمش هست ایپد و یکی از مشخصه های این هست که میتونه یک کیبورد هم بهش اضافه بشه و اینو تبدیل میکنه به یه نتبوک. دوربینشون چجوره؟ گویا همشون یه جلو و یک دونه هم پشت دوربین دارن و انظر کیفیت چجوری است دوربینش؟ آیپد 2 کیفیت دوربینش اساساً خیلی خوب نیست، فقط به نظر میاد که هدفش در استفاده از ویدیو چت بوده، ویدیو کنفرانسینگ بوده، گرفتن عکس باهاش و ویدیو چندان نتیجه جالبی رو به دنبال نداره. این دوتا دوربین پشتشون هر دو 5 مگاپیکسل هست که خیلی به مراتب تصویر قابل قبول‌تری رو ارائه میده، ویدیو رو میتونن به صورت HD بگیرن. اپل هم ادعا کرده که دوربین پشتیش ویدیو با وضوح بالا میگیره ولی نتیجه خیلی هیجان انگیز نیست. هم این دوربین جلوشون هم 1 مگاپیکسلی هستن و خب به هر حال قابل قبولن برای ویدیو چت. کدوم امکانات بیشتر یا کدوم امکانات کمتری دارن از لحاظ ورودی ها و خروجی ها، پورت، درگاه یا هر چیز دیگه از این قبیل؟ آیپد محدودترین دستگاه هست تو این زمینه، یک خروجی و ورودی داره و اون هم همونی هست که برای شارژ کردن دستگاه ازش استفاده میشه یا برای انتقال داده ها به کامپیوتر و هماهنگ کردنش با آیتیونز و انتقال داده ها احیانا از طریق آیتیونز. این دو هر دوشون امکان وصل کردن به USB رو دارن برای شارژ کردن و برای انتقال داده ها و همینجور پورت درگاه HDMI دارن برای اینکه مستقیم وصلشون کنین به تلویزیون‌های بزرگ جدید. اما کدومی که از اینا از لحاظ کیفیت تصویر و کیفیت صدا بهتر هستند؟ در مورد تصویر وضوح موتورولا زوم از اونای دیگه بیشتر هست، بعدش آیپد 2 هست و بعد ایسوس. در مورد صدا موتورولا زوم دو تا بلندگو اینجا گذاشته در پشت دستگاه که یه مقدار خیلی کار شاید عجیبی باشه برای اینکه وقتی که تماشا میکنی صدا کاملا در یه جهت دیگه ای داره میره به سمت ما نیست. اگر گاهی اوقات ممکنه دست جلوشو بگیره و کلا سخت میکنه شنیدن صدا رو. ایسوس شاید بهترینشون باشه برای اینکه خیلی شبیه به تلویزیون ها دو تا بلندگو در حاشیه تبلت تعبیه کرده، البته به یه مقدار صدا به نظر زیر می اومد ولی قویه، یعنی ولی صدای قوی و قابل شنیدنی بود. و آیپد هم یه دونه بلندگو اینجا کار گذاشته که راستش به نظر بعضی وقتا میاد که میشه با توجه به اینکه آدم معمولا اینجوری دستش میگیره آیپد رو با قرار دادن دست حالت کاسه‌ای باشه برگرده به سمت بتونی هدایتش کنی به هر جایی که میخوای و قابل شنیدنه. خیلی شاید بگیم ایدئال نیست ولی خب به نظرم میاد که همین مسئله ممکنه جلوی این سوراخ‌هاش هم بگیره. البته من بیشتر دیدم که از دستگاه اینچنینی از گوشی استفاده میکنن، طبیعتاً این مشکل زیاد نخواهد بود، من اینکه بخوان تو جمع یه چیزی رو تماشا بکنن. یک توضیحی هم داشته باشیم در مورد سیستم عامل داخل این دستگاه و همینطور اپلیکیشن هایی که ما ازش استفاده میتونیم بکنیم در تبلت های مختلف چجوریه؟ موتورولا زوم و ایسوس ایپد ساخت ایسوس هر دوشون از سیستم عامل اندروید 3 هانی کامب استفاده میکنن که به تازگی به بازار اومده. هنوز زود هست که شاهد اپ های زیادی باشیم. ادعا شده هول و هوش 10,000 تا اپلیکیشن مختص تبلت ها برای این اندازه طراحی شدن. برای اپل هول و هوش 65,000 تا اپلیکیشن مختص آیپد
وجود داره. اما چیزی که خیلی صحبتش شده این ور اون ور درباره اینی که پشتیبانی نکردن بعضی از این تبلت ها فرضاً از فلش یا از فونت های فارسی هست، چه برای حالا خوندن چه برای نوشتن. به نظر میاد که الان اینطور که من دارم میبینم اینجا صفحه با یک فونت عجیب غریبی هم هست، ولی فارسی رو میشه خوند. البته میشه خوند بعضی از حروف اگر اشتباه نکنم، یه فارسی خیلی قابل شناسایی نیست و اینطور که پیداست هم... من دارم میبینم اینجا کلمه سوریه مثلا یه در وسط وقتی میفته دچار مشکل میشه، ولی در شهرهای مثلا مشکلی وجود نداره. و کلا فونت هم فونت خیلی جالبی نیست برای اینکه بخوای طولانی مطلبی رو بخونی. میشه تصور کرد که این مشکل به زودی حل بشه. اپل از این نظر مشکلی نداره، در خودش کیبورد فارسی داره، به راحتی شما میتونید کیبورد رو عوض کنین. مسئله فلش بحثیه که تکراری است. آیفون و آیپد همچنان فلش رو ساپورت نمی‌کنن، کاری به دلایلش نداریم. اینها هر دو با توی امتحانایی که من کردم، آزمایشی که کردم، خیلی خوب فلش رو جواب میدادن. ادعا میکرد اپل همیشه که فلش باعث کرش میشه، باعث بسته شدن مثلا خود به خودی برنامه میشه. من همچین تجربه نداشتم. در هر حال همچنان سیستم عامل اندروید 3 به نظر میاد که در مراحل ابتدایی هست. هنوز یه مقدار حس اینکه با یه ورژن، با یه نسخه بتا سر و کار داریم رو به آدم میده. اون اطمینانی که از یه سیستم عامل تثبیت شده آدم دنبالش هست رو بهت نمیده. ممنون امید فراستی. این آزمایشگاه کلیک بود. برمیگردیم به بخش‌های دیگه برنامه. خب من از نمایشگاه اینفوسک اومدم بیرون تا یه مقدار درباره ابر باهاتون حرف بزنم. حالا جالبه که هوای امروز لندن برخلاف همیشه که ابریه آفتابیه. اما ابر یا کلاد به خدماتی گفته میشه که با استفاده از اون شما میتونید اطلاعاتتون رو روی وب بارگذاری کنید. اگه قرار باشه اطلاعات شما یه جای دیگه پیش یکی دیگه باشه، امنیتش رو که تضمین میکنه. عکس، ایمیل و انواع و اقسام فایل ها رو این روزا دیگه خیلی آمون روی اینترنت و به عبارتی کلاود میفرستیم. روشی که خیلی مفیده، چون میتونیم از هر جا و با هر دستگاهی بهشون دسترسی پیدا کنیم. وقتی یکی از این سرویس ها رو انتخاب و درش ثبت نام میکنین، در واقع دارین اطلاعات شخصیتون رو در مراکز چند میلیون دلاری نگهداری داده ها بارگذاری میکنین و طبیعتا انتظار دارین چندین میلیون دلار هم صرف حفظ امنیتشون بشه. اما اگه جزو اون دسته از کاربرایی هستین که پولی بابت این خدمات نمیدین، احتمالا همون اول یه قرارداد امضا کردین که درش از کلیه حق و حقوق مرتبط با دریافت غرامت صرف نظر کردین. یعنی اگر موقتا نتونین به این خدمات دسترسی پیدا کنین یا حتی داده‌هاتون کاملا از بین برن، حق هیچ شکایتی ندارین. نکته عجیب‌تر اینه که کشورهای مختلف قوانین متفاوتی در مورد حفاظت از داده‌ها دارن. به همین خاطر قانون کشوری که داده‌های شما به طور فیزیکی اونجا نگهداری میشه شامل حال شما میشه، نه کشوری که توش زندگی میکنین. قاطی کردین نه؟ تازه بدی قضیه هم فقط در احتمال از دست رفتن اطلاعات نیست، اتفاقات بدتری هم ممکنه بیفته. این جریانی که برای متمرکز کردن و جمع کردن داده ها در یک جا به وجود اومده، توجه تبهکارا رو به خودش جلب کرده و الان شاهد تغییر تاکتیک از طرف اوناییم. اونا حمله به افراد رو از طریق آلوده کردن کامپیوترهاشون و دزدیدن اطلاعات کنار نذاشتن، اما به طور فزاینده ای دارن انرژیشون رو روی تراکم داده ها روی اینترنت متمرکز میکنن. کافیه تبهکارا به یکی از این مراکز عظیم نگهداری اطلاعات نفوذ کنند تا حجم انبوهی از اطلاعات میلیون ها نفر به بیرون درز کنه و احیانا به وسیله تبهکارهای دیگه خریداری بشه. در ماه مارس گذشته فروشگاه آنلاین play.com به مشتریاش اخطار داد که ممکنه اطلاعات شخصشون به چنگ تبهکارا افتاده باشه. در یه حمله جداگانه هم شرکت بازاریابی آنلاین اپسیلون نفوذ تبهکارا به شبکه‌اش رو پذیرفت و اعلام کرد آدرس ایمیل مشتریان مؤسسات بزرگی چون مارکس اند اسپنسر، مریوت و هیلتون به سرقت رفتن. و تو همین یکی دو هفته اخیر در یکی از مهمترین حملات تبهکارانه، شبکه پلی استیشن سونی هدف قرار گرفت. شبکه‌ای که از طریق اون کاربرای PS3 و PSP میتونن آنلاین بشن تا بازی یا فیلم بخرن و با کاربرای دیگه ارتباط برقرار کنن. بعد از اینکه سونی به قول خودش متوجه نفوذ غیرقانونی به شبکه‌اش شده، فوراً خدماتش رو متوقف کرده.
بعد از تحقیقات مفصل‌تر این شرکت اعلام کرد که اطلاعات شخصی 77 میلیون کاربرش به دست تبهکارا افتاده. سونی میگه شواهدی در دست نیست که تأیید کنه اطلاعات کارت‌های اعتباری کاربرها هم به سرقت رفته. و حتی اگر این اتفاق افتاده باشه، اونا رمزگذاری شده بودن و نتیجتاً غیر قابل استفاده. اما اسامی، آدرس، تاریخ تولد، ایمیل، رمز عبور و سوال‌های امنیتی کاربرا که رمزگذاری نشده بودن به احتمال زیاد به دست تبهکارا افتادن. و فقط ترکیب دو تا از این اطلاعات برای به دردسر انداختن یک کاربر کافیه. متاسفانه مردم این عادت رو دارن که از یه پسورد برای خدمات مختلف استفاده میکنن. کلن کاربرا الان باید اینو در نظر بگیرن که تبهکارا هم ایمیل و هم کلمه عبورشون رو دارن و اگه همون کلمه عبور رو برای ایمیلشون هم استفاده کرده باشن، اونا میتونن وارد ایمیلشون بشن و این یعنی به دست آوردن شاه کلید. چون با داشتن کنترل ایمیل اصلی، اونا میتونن کنترل حساب فیسبوک، ایبی، پیپال و بقیه خدماتی که کاربر از اونا استفاده میکنن رو به دست بگیرن. و درست همین هفته پیش سونی که همچنان درگیر حل مشکل شبکه پلی استیشنش بود تا دوباره به راهش بندازه، با یه مشکل تازه روبرو شد. و بعد از اینکه یه حمله دیگر رو کشف کرد، مجبور شد خدمات سونی آنلاین انترتینمنتش رو هم از دسترس خارج کنه. این دفعه اطلاعات 25 میلیون کاربر دیگه دزدیده شدن. دست آخر ما میمونیم و یک سوال مهم: یک کاربر چطوری میتونه از خودش محافظت کنه؟ شرط اولیه‌اش اینه که شما وارد وبسایتی که میشید از پروتکل امنیتی SSL یا هم HTTPS استفاده کنید. خب برای تشخیص این هم خب راهکارهای مختلفی وجود داره. برای اینکه درکش راحت‌تر بشه میتونیم جیمیل رو مثال بزنیم. شما اگه وارد حساب جیمیلتون بشین، چون جیمیل از SSL استفاده میکنه، مزیتش اینه که اطلاعات رمزگذاری میکنه و خب شخص سومی تو مسیر رد و بدل شدن اطلاعات دسترسی به اون پیدا نمیکنه. خب حالا وقتشه ببینیم بیتا چه اپلیکیشن ها و وبسایت های جالبی برامون پیدا کرده. اگه توی موسیقی دستی دارید، وقتشه توی soundcloud.com ازش استفاده کنید. این سایت برای این ساخته شده که کمک کنه فایل‌ها رو سریع به اشتراک بذارید بدون اینکه مجبور باشید از FTP استفاده کنید. وقتی موسیقیتون رو آپلود کردین، میتونید فایلتون رو خصوصی کنین و فقط با چند نفر خاص به اشتراک بذارین، یا اینکه عمومیش کنید تا برای همه قابل دسترسی باشه. استفاده ازش مجانیه، ولی مسلماً اگه فضای بیشتری بخواید باید نسخه پرمیومش رو خریداری کنین، که البته خب این روزا بیشتر وبسایت‌ها همینطورن. تنوع بین سبک‌های موسیقی توی سایت واقعاً زیاده. حالا ببینم با یه بریتنی اسپیرز موافقت یا نه. خیلی خوب، میدونم هر کسی ازش خوشش نمیاد. خواستم بدونین خواننده‌های روزم توش پیدا میشن. راستی بگم اپلیکیشن مجانیش هم برای آیفون و اندروید موجوده. در ضمن ادان مخصوص دراپ باکس هم داره و میتونید بذاریدش توی سایتتون یا توی صفحه فیسبوکتون و دیگران میتونن ترک هایی که میخوان و مستقیم با شما به اشتراک بذارن. حالا بریم سراغ اخبار فناوری. افزارنما.com به موضوعات روزمره و رویدادهای مربوط به فناوری میپردازه و هم نرم افزار هم سخت افزارها رو پوشش میده. در ضمن کنفرانس ها و نمایشگاه های بزرگ فناوری هم اینجا از قلم نیفتادن و به نظر من یکی از ویژگی‌هاش اینه که قیمت لوازم دیجیتالی روزو در اختیارمون میذاره. Hello and welcome to this recording brought to you by the British Council. به کسایی که دنبال یاد گرفتن زبان انگلیسی از راه آنلاین هستن، پیشنهاد میدم به وبسایت آموزش زبان شورای فرهنگی بریتانیا مراجعه کنن. اگه عضو سایت بشید، مطالبش به صورت رایگان قابل دانلود کردنن. سایت های آموزش زبان زیادی توی وب پیدا میشه، اما این از این نظر برای من اهمیت داره که مستقیما زیر نظر شورای فرهنگی بریتانیا است. در نتیجه درس‌هاش با استانداردهای موجود توی بریتانیا هماهنگی دارن. محتوای سایت شامل پادکست، ویدیو و بازی‌های آموزشیه. میتونین یا از توی کامپیوترتون از فایل‌های صوتی و تصویریش استفاده کنین یا توی MP3 پلیرتون دانلودش کنین و همیشه همراهتون داشته باشید. همشون هم با تمرین همراهن و امکان اینو دارید که یا همزمان توی کامپیوتر انجامشون بدین یا پرینت بگیریدشون و سر فرصت بهشون بپردازین. I have a friend who is afraid of spiders.
This isn't very unusual. A lot of people are afraid of spiders. راستی میتونید همه قسمت‌های برنامه Word on the Street محصول مشترک تلویزیون فارسی بی بی سی و شورای فرهنگی بریتانیا رو هم که این روزا داره پخش میشه اینجا ببینید. And this time listen for the words stuff and like. Like when it's sunny and stuff it's beautiful to just sit in the sun and like go punting and stuff. So it's really nice. میتونید این برنامه رو به صورت آنلاین تماشا کنید، همینطور میتونید به برنامه‌های قبلی هم دسترسی داشته باشید از طریق وبسایت ما، آدرسش هست bbcpersian.com/click. میتونید نظر بفرستید واسمون، پیشنهاد بفرستید واسمون، وبسایت و اپلیکیشن بهمون معرفی کنید از طریق ایمیل ما persianclick@bbc.co.uk، یا اینکه میتونید توییتش کنید به سادگی به یک @persianclick. عضو پیج ما، صفحه ما در فیسبوک باشید، آدرسش هست facebook.com/persianclick. از این طریق میتونید با ما و با خودتون در ارتباط باشید. این برنامه درباره امنیت داده‌های دیجیتالی بود. مواظب امنیت خودتون تا برنامه بعد باشید. بدرود و خدا نگهدار.